سلام، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. کنترل هشتک رو با خبر و هشتک ظریف آغاز می‌کنیم که جزء هشتک‌های داغ فضای توییتریه. بعد از اینکه خبر تحریم آقای ظریف در بین رسانه‌ها منتشر شد و کاربر فضای مجازی هم اون رو از دست ندادن، کاربر فضای توییتری هم هشتک ظریف رو ریتوییت کردن و متن‌های مختلف رو در این زمینه نوشتن و تحلیل‌های مختلفی که در این باره داشتن. من بلافاصله میرم سراغ اولین توییتی که براتون بخونم. ظریف در همه مذاکرات 14 اخیر که به گفته ترامپ ایران هرگز در آن شکست نخورده نقش اساسی داشته. تحریم ظریف کینه و انتقام 40 سال شکست دیپلماتیک آمریکاست، اما نمیدانند که اگر ظریف و رهبری را هم تحریم کنند ایران در هیچ مسافی شکست نخواهد بود، که این رو با هشتک ایران متحد ریتوییت کردن. از مقامات هم در برابر این خبر حالا بحث ها و توییت های مختلفی منتشر شد که آقای کت خدایی در این باره نوشتن که آمریکا نه تنها از موشک که حالا موشک از سخن گفتن ایران نیز هراس دارن، نه تنها از موشک بلکه از سخن گفتن با ایران هم هراس دارد. تحریم ظریف ایران حالا تحریم ظریف یعنی دروغ بودن همه گفته های دونالد ترامپ و دیگر سران رژیم او برای تمایل به گفتگو و مذاکره. تحریم ظریف یعنی کذب بودن آزادی بیان مورد ادعای آمریکا. تحریم ظریف یعنی سقوط مجسمه آزادی. که این هم توییتی بود که آقای کت خدایی اون رو ریتوییت کرده بودن. اما آقای آشنا هم یک توییتی زدن که اون رو براتون میخونم. اگر خواستار مصالحه اید با دکتر ظریف طرف هستید، سردار سلیمانی هم پشتیبانیشون میکنه. اگر خواستار مبارزه اید با سردار سلیمانی طرف هستید، ظریف هم پشتیبان اوست. میدانید چرا؟ چون ملت ایران فقط یک رهبر، یک رئیس جمهور و یک ستاد کل نیروهای مسلح دارد. در ایران از تیم به خبری نیست. و همچنان هم گفتم کاربر فضای توییتری حالا از جمله مسئولین نسبت به این خبر و تحریم آقای ظریف واکنش نشون میدن که با هشتک ظریف و وزیر امور خارجه و تحریم ظریف داره بین کاربرا توییت میشه. خب بریم سراغ هشتک بعدی. یک خبر مسرت بخش، البته که خیلی هم مسرت بخش نیستش، ما شنیدیم اینکه تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمون شد مقام دوم حالا جهان رو به دست آورد، که این خبر تقریبا خوبی هستش. اما یک حاشیه‌ای داشت که این مقام دومی و نائب قهرمانی رو منجر شد در صورتی که ایران میتونست قهرمان این دوره مسابقات بشه. اون هم اعتراض قلی‌زاده قهرمانی ایران رو ازش گرفت، از دست دادن قهرمانی جهان به خاطر یک دست ندادن، که بعد از مسابقه و بعد از حالا باخت قلی‌زاده نسبت به حریفش، این بازیکن و این کشتیگیر کشورمون خیلی ناراحت شدن و بعد از مسابقه وای نستادن با داور دست بدن، که این باعث شدش که خب رتبه ایران، حالا امتیاز ایران پایین بیاد و منجر به این بشه که ایران دوم جهان بشه. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز و به علت دست ندادن قلی‌زاده با داور پس از شکست مقابل حریف روس قهرمانی را از ایران گرفت. که این هم بحث مهمی بود در بین کاربر فضای توییتری، زیاد منتشر شد، که خب خبر ناراحت کننده ای هستش که خب موضوعات اخلاقی خیلی مهمه که بین بازیکنان تیم ملی هم باید بیشتر از این خودشو نمود بده، که همونطور که میبینید این موضوع باعث شد قهرمانی جهان از بازیکنان کشتی، حالا کشتیگیران کشورمون گرفته بشه. خب بریم سراغ هشتک بعدی.
بحث گوشت و گوشت‌های برزیلی و دادگاهش رو که در جریان هستید. خب من داشتم خبرها و توییت ها رو تو این زمینه میخوندم. یه مکالمه که بین دیالوگی که بین قاضی و یکم متهمان انجام شده بود خیلی بین خبرهای فضای توییتر ری توییت شد که من گفتم این رو بیارم براتون بخونم. دیالوگ قاضی و متهم گوشت های برزیلی. قاضی: 27 تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار گرفتید اما 3 تن تحویل دادید، گوشت ها رو چه کردید؟ متهم: در مناطق محروم توزیع کردیم. قاضی: در بازار آزاد فروختید. متهم: حاج آقا این چه جوری؟ این جوری نگید، به خدا قلبم میشکنه. قاضی: ازت بپرسم گوشت ها کجاست؟ قلبت میشکنه. که این خیلی بین کاربرای فضای توییتری منتشر شد به خاطر حالا این صحبتی که یکم متهمو کرده بود. بعد در دادگاه خیلی جالب بودش که فیلم صفهای گوشتی که مردم وایسادن رو برای متهمان نشون دادن و این هم موضوعی بودش که شاید حالا یه جورایی دل اون متهمان رو به لرزه در بیاری که بعید میدونم کسی که اینقدر حالا قصیب القلب باشه که در اون برهه حالا به نوعی سخت مردم رو اینجوری با ندادن گوشت در مضیق بذاره. خب مطمئنن خیلی نمیتونه این بحث ها و این فیلم ها روش تأثیر بذاره. خب بریم سراغ هشتگ آخر و پایانی این قسمت از کنترل هشتگ. بله، فردا روز شهادت امام جواد علیه السلام. کاربرای فضای توییتری از همین الان به استقبال این روز رفتم و با هشتگ باب الجواد، هشتگ امام جواد علیه السلام و هشتگ یا جواد الائمه ادرکنی این متن‌های خودشون رو منتشر کردم و من هم پایان این بخش از کنترل هشتگ رو با یک سخن برای شما به پایان میرسونم که پرسیدند فرق کریم با جواد در چیست؟ فرمودن از شخص کریم همین که درخواست کنید به شما عنایت میکند، ولی جواد خود به دنبال سائل میگردد تا به او عطا کند. هشتگ شهادت امام جواد علیه السلام. همچنان با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید تا خبر 14 و همکارم خانم حسن زاده.